با سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز بنده یوسف شیخه هستم از کانال دبیر آنلاین رسیدیم به یه آموزش دیگه از آموزش های زبان انگلیسی در 20 روز سطح مقدماتی از اول که امروز روز ششمش هست همطور که در جریان هستید ما توی این مجموع از آموزش ها هر روز 50 تا لغت اصلی زبان انگلیسی رو یاد میگیریم و اون لغات رو جملات خیلی پرکار که توشون استفاده شده رو با هم میبینیم و یاد میگیریم پس شما علاوه بر این که پنجاه تا لغت رو امروز یاد میگیرید 50 تا جمله خیلی پرکاربرد زبان انگلیسی رو هم یاد میگیرید و در خلال اونها هم خب یه سری لغات دیگه علاوه بر اون 50 تا لغت اصلی وجوده پس شما توی اون 20 روز 20 تا 50 تا کلمه یعنی هزار تا لغت اصلی زبان انگلیسی رو به همراه هزار تا جمله خیلی پرکاربرد که به صورت روزمره انگلیسی زبان رو استفاده میکنند رو یاد میگیرید و چند هزار تا لغت دیگه هم که جدای از اون هزار تا لغت اصلی هستن داخل جملات یاد میگیرید پس اگه میخواید این آموزش ها رو از دست ندید حتما توی کانال ما سابسکرایب کنید و اون زنگوله کناریش رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که از فیلم ها مطلع میشید و میتونید تشویق بیارید و فیلم ها رو ببینید قبل از اینکه شروع کنیم حتما خودتون برای اینکه بهتر یاد بگیرید موثرتر یاد بگیرید آموزشتون بهتر پیش بره جملات رو خودتون حتما یادداشت کنید توی دفترتون و همینطور میتونید توی قسمت کامنت ها جملات مهم رو یادداشت کنید سوال انتقاد نظر و پیشنهادی اگر دارید حتما برای ما بنویسید چون ما آموزش هایی که میذاریم با توجه به درخواست دوستان هست و اون آموزش هایی که درخواست بیشتری دارن رو توی اولویت قرار میدیم پس حتما اگه آموزش خاصی مد نظرتون هست حتما توی قسمت کامنت ها برای ما بنویسید خب بریم شروع کنیم از لغت 251 کلمه یعنی face face فیس. فیس یعنی صورت یا چهره به عنوان مثال Suddenly her face turned red. Suddenly یعنی ناگهان یهویی. Suddenly یعنی یهویی. Her face صورت او turned red. Turned red یعنی سرخ شد. Turned red. ناگهان صورتش سرخ صورت شد. پس suddenly her face turned red. ناگهان صورتش سرخ صورت شد. قرمز شد. لغت بعدی watch. watch معنی نگاه کردن میده اینجا watch به معنای نگاه کردن هست خب دوستان خیلی از لغات زبان انگلیسی معانی مختلفی دارن ولی ما اینجا توی این آموزش لغت معنی رو مد نظرمون هست که بیشترین کاربرد رو توی زبان انگلیسی داره الان watch خب معنی ساعت میده نگاه کردن رو هم میده ولی ما اینجا هم همون نگاه کردن رو مد نظرمون هست watch یعنی نگاه کردن به عنوان مثال Watch what I do, then you try. Watch what I do, then you try. میگه نگاه کن من چیکار میکنم نگاه کن چیکار میکنم من then سپس you try بعد تو امتحان کن پس watch what I do then you try نگاه کن من چیکار میکنم بعد تو امتحان کن try یعنی امتحان کردن اینجا try یعنی چی امتحان کردن far 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 یعنی دور far یعنی دور it's not far to the beach it's not far to the beach میگه دور نیست it's not far یعنی دور نیست to the beach to the beach beach یعنی ساحل میگه تا ساحل دور نیست از اینجا تا ساحل دور نیست ساحل دور نیست it's not far to the beach ساحل دور نیست لغت بعدی really 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 یعنی واقعا. Really واقعا به عنوان مثال tell me what really happened tell me what really happened tell یعنی گفتن وقتی یه فعلی اول جمله میاد حالت امری میده الان tell نمیگیم گفتن میگیم بگو tell me یعنی به من بگو what چه چیزی really واقعا happened اتفاق افتاد tell me what really happened به من بگو واقعا چه اتفاق افتاد Tell me what really happened به من بگو واقعا چه اتفاق افتاد لغت بعدی almost 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 یعنی تقریبا almost یعنی تقریبا dinner's almost ready dinner's almost ready خب دینر یعنی شام اون اسم مخفف is هست dinner is یعنی شام هست almost تقریبا ready تقریبا حاضر شام تقریبا حاضر دینرز almost ready شام تقریبا حاضر دینرز almost ready شام تقریبا حاضر لغت بعدی girl 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 یعنی دختر girl یعنی دختر our youngest girl is at college our youngest girl یعنی جوان ترین دختر ما یانگ یعنی جوان یانگست یعنی جوان آورینگوس گل جانترین دختر ما توی کالج هست توی دانشگاه هست Our youngest girl is at college کالج یعنی دانشگاه sometimes, sometimes Sometimes یعنی بعضی اوقات گاهی اوقات Sometimes Sometimes I go by car Sometimes بعضی وقتها I go میرم by car با ماشین میرم sometimes I go by cars بعضی وقتها با ماشین میرم Sometimes I go by car. Mountain, 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 Yaniku, mountain, Yaniku. We spend a week. We spend a week walking in the mountains. We spend a week walking in the mountains. Mige gozarundim. We spend gozarundim a week. Yek bechi walking in the mountains. Kia deravit Yeku قدم زدن توی کوهستان We spend a week walking in the mountains ما یک هفته رو به پیاده روی توی کوه گذروندیم We spend a week walking in the mountains لغت بعدی cut". Cut". cut cut یعنی باریدن She cut her finger with a knife She cut her finger او برید her finger یعنی انگشتش رو finger یعنی انگشت او برید انگشتش with a knife with یعنی با a knife knife یعنی چاقو دقت کنید که اون که اول خونده نمیشه knife She cut her finger with a knife او انگشتش رو با یک چاقو برید She cut her finger with a knife او انگشتش رو با یک چاقو برید لغت بعدی young 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 یعنی جوان young یعنی جوان You are too young to what You are too young to what میگه تو هستی خیلی جوون تو اینجا معنی خیلی میده تو یانگ یعنی خیلی جوون You are too young to vote تو خیلی برای رای دادن جوونی What یعنی رای دادن رای You are too young to vote تو خیلی برای رای دادن جوونی لغت بعدی soon. سون. سون. سون یعنی به زودی سون یعنی به زودی We'll be home soon. We'll be home soon. ما خونه خواهیم بود به زودی. We we'll be home soon. اون دو تا مخفف will هست به معنای فعل کمکی زمان آینده. ما خواهیم بود خونه به زودی. We will be home soon. We'll be home soon. ما به زودی خونه خواهیم بود. ما به زودی خونه. لغت بعدی لیست. لیست. لیست همون لیست. List. List. list Is your name on the list? Is your name on the list? آیا اسم توی list هست؟ Is your name on the list? آیا اسم توی لیست هست؟ Is your name on the list? Song Song یعنی آهنگ Song یعنی آهنگ It's my favorite song It's my favorite song Favorite یعنی مورد علاقه این آهنگ مورد علاقه منه It's my favorite song آهنگ مورد علاقه منه It's my favorite song آهنگ ما علاقه منه Body 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 یعنی بدن بادی یعنی بدن جسد هم معنی میده ولی خب اینجا منصور هم بدن است Body His whole body was trembling His whole body was trembling میگه کل بدنش کل یعنی کل کامل His whole body همه بدنش was trembling Trembling یعنی لرزیدن همه بدنش می لرزید His whole body was trembling همه بدنش می لرزید His whole body was trembling همه بدنش می لرزید Music خب music همون موسیقیه Music Music دقت کنید که music هست Could you turn that music down? Could you turn that music down? Turn down یعنی صدای یه چیزی رو کم کردن میگن turn down. Could you turn that music down? میتونی صدای این موسیقی رو کم کنی؟ Could you turn that music down? میتونی صدای این موسیقی رو کم کنی؟ لطفاً ممکن است صدای این موسیقی رو کم کنی؟ Could you turn that music down? Color کالر یعنی رنگ کالر یعنی رنگ کالر رنگ خب کالر گفتیم معنی رنگ میده خب ما بیشتر روی لحجه امریکن تمرکز داریم و توی لحجه امریکن کلمه کالر اینجوری نوشته میشه ولی اگه بریتیش رو دیدی باشید بعد از او یه دونه یو هم بعد دومین او یه دونه یو هم وجود داره کالر ولی خب توی لحجه امریکن این شکل نوشته میشه color color یعنی رنگ what's your favorite color what's your favorite color رنگ مورد علاقات چیه رنگ مورد علاقات چیه what's your favorite color رنگ مورد علاقات چیه stand stand یعنی ایستادن stand یعنی ایستادن don't just stand there do something don't just stand there do something میگه don't just stand فقط اونجا نیست فقط اونجا وای نستا do something چیزی انجام بده یه کاری انجام بده don't just stand there میگه فقط اونجا وای نستا don't stand stand یعنی بیست don't stand یعنی نیست don't just stand there یعنی فقط جاست رو اینجا میتونیم بگیم فقط همین خب فقط اونجا وای نستاد دو something یه کاری انجام بده سان سان یعنی خورشید سان خورشید The sun was shining The sun was shining میگه خورشید می درخشید شاین یعنی درخشیدن The sun was shining یعنی خورشید میدرخشید درخشید The sun was shining خورشید می درخشید Fish فیش یعنی ماهی فیش یعنی ماهی فیش خب دی کات سیورال فیش دی کات سیورال فیش کات گذشته کچ به معنای گرفتن هست دی کات سیورال فیش اونها گرفتن چند تا ماهی اونها چند تا ماهی گرفتن دی کات سیورال فیش دی کات فیش خب اونها چند تا ماهی گرفتند لغت بعدی area area به معنای منطقه area منطقه محل area she knows the area very well she knows the area very well او میدونه میشناسه the area منطقه رو very well خیلی به خوبی او منطقه رو خیلی به خوبی بلده میشناسه she knows the area very well او منطقه رو خیلی به خوبی بلده خیلی خوب میشناسه مارک مارک یعنی نشان نشانه گذاری کردن نشانه مارک دیتکتیوز found نو مارک آن the body دیتکتیوز یعنی کاراگاه ها دیتکتیو یعنی کاراگاه فاوند گذشته فایند به معنای پیدا کردن هست پیدا کردن نو no مارک هیچ نشونه یعنی هیچ نشونه پیدا نکردن آن دی روی جسد هیچ نشونه ای روی جسد پیدا نکردم. بادی اینجا معنی جسد میده. بدن هم بگیم همونه دیگه. Detectives found no mark on the body. هیچ نشونه ای روی بدن روی جسد پیدا نکردن کارگاه ها Detectives found no mark on the body. لغت بعدی dog. dog میدونید معنی سگ هست. dog I could hear a dog barking. I could hear من میتونستم بشنوم داگ یک سگ رو بارکینگ که داشت پارس میکرد بارک یعنی پارس کردن I could hear a dog barking من یک سگ رو میتونستم شن... اه... می یک سگ رو بشنم که داشت پارس میکرد یا او او میکرد I could hear a dog barking میتونستم صدای یک سگ که پارس میکرد رو بشنوم لغت بعدی horse هورس به معنی اسب هست هورس هورس یعنی اسب He works like a horse He works like a horse او کار میکنه like a horse مثل یه اسب او مثل اسب کار میکنه He works like a horse او مثل یک اسب کار میکنه He works like a horse Bird Bird یعنی پرنده Bird یعنی پرنده The birds migrate in September. The birds migrate. پرنده ها میگریت یعنی مهاجرت کردن مهاجرت میکنن این سپتامبر توی سپتامبر پرنده ها توی ماه سپتامبر مهاجرت میکنن the birds migrate in september پرنده ها توی ماه سپتامبر مهاجرت میکنن لغت بعدی complete. Complete یعنی کامل Complete یعنی کامل A complete change. A complete change. Change یعنی تغییر. A complete change یعنی یک تغییر کامل. A complete change. یک تغییر کامل. Room. Room یعنی اتاق. Room یعنی اتاق. I'd like to book a room with a view of the lake. I'd like to book a room with a view of the lake. I'd like یعنی من دوست دارم to book a room. Book اینجا فعل هست و معنای رزرو کردن میده پس کلمه بوک به جز اینکه معنی کتاب میده اگه فعل باشه به معنای رزرو هتل و این چیزها هست بوک یعنی رزرو کردم. I'd like to book یعنی من دوست دارم رزرو کنم a room یک اتاق with a view of the lake با ویوی دریاچه لیک یعنی دریاچه دوست دارم یک هتل یک اتاق با ویوی دریاچه رزرو کنم I'd like to book a room with a view of the lake با چشمنداز دریاچه رزرو کنم لغت بعدی سنس سنس به معنای از از وقتی که سنس پس به معنای از هست وقتی که به واسه زمان استفاده میشه مثلا میگیم از دوشنبه از پارسال از سال 2000 اون موقع از لغت سنس استفاده می کنیم با سا I haven't eaten since breakfast I haven't eaten since breakfast من نخوردم از صبحونه یعنی من از صبحونه تا الان چیزی نخوردم I haven't eaten since breakfast من از صبحونه تا الان چیزی نخوردم لغت بعدی پیس پیس به معنای قسمت یا تیکه پیس به معنای قسمت یا تیکه A piece of cake یا A piece of cheese یا A piece of meat پس A piece of cake یعنی یک تیکه کیک A piece of cheese یعنی یک تیکه پنیر A piece of meat یعنی یک تیکه گوشت پس A piece of هر کنوم از اینا رو میتونیم بیاریم Usually 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 یعنی معمولا Usually معمولا I'm usually home by 6 o'clock I'm usually home من معمولا خونه هستم By 6 o'clock تا شیش تا ساعت شیش من معمولا تا ساعت 6 خونه هستم یعنی حتما تا اون موقع به خونه میرسم I'm usually home by 6 o'clock من معمولا تا ساعت 6 به خونه میرسم I'm usually home by 6 o'clock لغت بعدی friend فرند یعنی دوست he is one of my best البته باید اون اس رو هم میذاشیم he is one of my best, friends. One of my best friends. او یکی از بهترین دوستای منه he is one of best او یکی از بهترین دوستای منه ایزی. easy یعنی آسون easy یعنی آسون An easy exam an easy exam یعنی یک امتحان آسون یا an easy job یک شغل آسون an easy exam یعنی یک امتحان آسون an easy job یک شغل آسون order order یعنی نظم ترتیب order یعنی نظم ترتیب all the procedures must be done in the correct order all the procedures procedure یعنی فرایند all the procedures یعنی همه فرایند ها must be done باید انجام بشن must be done باید انجام بشن این تیکه این معنی رو میده in the correct order توی ترتیب صحیح انجام بشن توی ترتیب صحیح انجام بشن all the procedures must be done in the correct order all the procedures must be done in the correct order همه فرایندها باید با ترتیب درست انجام بشن لغت بعدی red red به معنای قرمز هست red Her eyes were red from crying. Her eyes چشم‌هاش were red سرخ شده بودند، قرمز بودند from crying. از گریه چشم‌هاش از گریه قرمز شده بودند. Her eyes were red from crying. چشم‌هاش از گریه قرمز شده بودند. Door. Door یعنی در. Door. Close the door behind you please. Close the door behind you please. close the door در رو ببند behind you یعنی پشت سرت behind you یعنی پشت سرت please لطفا please یعنی لطفا لطفا در رو پشت سرت ببند sure 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 به معنای مطمئن هست sure یعنی مطمئن you don't sound very sure you don't sound very sure تو خیلی مطمئن به نظر نمیرسی you don't sound very sure تو خیلی مطمئن به نظر نمی رسی. لغت بعدی تاپ تاپ یعنی بالا تاپ یعنی بالا She was standing at the top of the stairs She was standing او استاده بود Stand گفتیم یعنی استادن She was standing او استاده بود At the top of the stairs بالای پله ها استر یعنی پله استرز یعنی پله ها راه پله شی واز استندینگ ات the تاپ اف دی استرز او بالای پله ها ایستاده بود شی واز استندینگ ات اف استرز او بالای پله ایستاده بود ارلی ارلی یعنی زود ارلی یعنی زود ارلی آی ارایوید ا فیو مینیتس ارلی فور مای من رسیدم ا فیو چند دقیقه early زود for my interview for my interview چند دقیقه برای مصاحبم زود رسیدم I arrived a few minutes early for my interview یعنی چند دقیقه برای مصاحبم زود رسیدم interview یعنی مصاحبه معمولا بعضی وقت اون تی interview خونده نمیشه بعضی ها میخونم بعضی ها نمیخونم دوتا تلفظی interview یا interview She, I arrived a few minutes early for my interview. پس interview یعنی مصاحبه. من چند دقیقه زود برای مصاحبه هم رسیدم. لغت بعدی rich. Rich. یعنی رسیدن. Rich یعنی رسیدن. I hope this letter reaches you. I hope. امیدوارم. This letter. این نامه reaches you. به تو برسه. I hope this letter امیدوارم this letter این نامه reaches you به تو برسه به دستت برسه Today Today یعنی امروز Today یعنی امروز Today is her 10th birthday Today is her 10th birthday امروز دهمین ده تولدشه یعنی سال روز دهمین ده تولدشه تولد ده سالگیشه Today is her 10th birthday. امروز دهمین ده تولدشه. لغت بعدی short. short به معنای کوتاه هست short. Which is the shortest day of the year? Which is کدومه the shortest day? Short یعنی کوتاه. Shortest یعنی کوتاهترین. Which is the shortest day of the year? کوتاهترین روز سال، the shortest day of the day of the year، یعنی کوتاهترین روز سال، which is the shortest of the day of the year. کدوم؟ uh, کوتاهترین روز سال کدوم which is the shortest day of the year. کوتاهترین روز سال کدوم. خب لغت بعدی better، better، better یعنی بهتر better. Her work is getting better and better. Her work یعنی کار او is getting better and better. بهتر و بهتر میشه. کارش داره بهتر و بهتر میشه. His work is getting better and better. کارش داره بهتر و بهتر میشه. Best یعنی بهترین. Better یعنی بهتر. Best یعنی بهترین. He wrote his best songs before he was 25. He wrote Unavers his best songs. Song رو خوندیم یعنی آهنگ بهترین آهنگ هاش رو نوشت before قبل از he was 25. قبل از اینکه 25 سال بشه بهترین آهنگ هاش رو نوشت. He wrote his best songs before he was 25. او بهترین آهنگ هاش رو قبل از اینکه 25 سال بشه نوشت. listen listen یعنی گوش دادن listen یعنی گوش دادن اینجا رو هم تی خونده نمیشه دقت کنید نگید listen listen یعنی گوش دادن listen to me carefully listen to me carefully به دقت به من گوش کن listen to me carefully یعنی به دقت به من گوش کن listen to me carefully لغت بعدی low low یعنی پایین low یعنی پایین you've gotten low marks in the exam you've gotten تو گرفتی low marks مارک Mark اینجا معنی نمره میده مارک یکی از معنی هاش نمره هست you've gotten low marks تو نمرات پایینی گرفتی این the exam توی امتحان you've gotten low marks in the exam تو نمرات پایینی توی امتحان گرفتی لغت بعدی black به معنای سیاه هست بلک a woman dressed in black a woman dressed in black یک زن که پوشیده شده توی سیاه یعنی یک زن سیاه پوش A woman in black. یک زن سیاه پوش dressed in black. یعنی سیاه پوش A woman یک زن سیاه پوش product. 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 product یعنی محصول Product یعنی محصول به اون مثال This product used on dry hair This product این محصول used میتونه استفاده بشه یعنی میتونه استفاده بشه on wet or dry hair wet یعنی تر مرتوب dry یعنی خشک hair هم یعنی مو روی موی خشک و تر میتونه استفاده بشه this product can be used on wet or dry hair میتونه روی موی خشک یا تر استفاده بشه این محصول this product can be used میتونه استفاده بشه on wet یعنی روی تر or dry hair یا موی خوش روی موی خشک یا تر میتونه استفاده بشه happen happen یعنی اتفاق افتادن happen یعنی اتفاق افتادن accidents like this happen all the time accidents like this happen all the time تصادف های شبیه این accident یعنی تصادف تصادف های like this شبیه این happen اتفاق میفته all the time همیشه all the time یعنی همیشه all the time همیشه تصادفات شبیه این همیشه اتفاق میفته. whole whole به معنای کامل تمام هست whole she wasn't telling the whole truth she wasn't telling the whole truth او همه حقیقت رو نمیگفت she wasn't telling the whole truth whole truth یعنی همه حقیقت حقیقت کامل She wasn't telling the whole truth. او حقیقت کامل رو نمی گفت. Measure. Measure به معنای اندازه گیری کردن. Measure. اندازه گیری کردن یعنی measure. Regular tests are used to measure students' progress. Regular tests. Test یعنی امتحان. Test همون. Regular test یعنی امتحان های منظم. امتحان هایی که توی فاصله های ثابت و مشخصی گرفته میشه regular tests are used to استفاده میشن برای چی اندازگیری measure اندازگیری students progress یعنی پیشرفت دانش آموز میگه امتحان های منظم برای اندازگیری پیشرفت دانش آموز ها استفاده میشن regular tests are used to measure students progress برای اندازگیری پیشرفت دانش آموز ها استفاده میشن و آخرین لغت remember remember یعنی به یاد آوردن به خاطر آوردن remember I don't remember my first day at school I don't remember من به دنیا, اه, به یاد نمیارم my first day اه, اولین روزم رو توی مدرسه به یاد نمیارم I don't remember my first day at school من اولین روز مدرسه‌ام رو به خاطر نمیارم I don't remember my first day of school. اولین روزم رو توی مدرسه به یاد نمیارم. خب این قسمت هم تموم شد امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه براتون حتما حتما یادداشت کنید فیلم رو ترجیحاً چندین بار ببینید و جملات رو با صدای بلند خودتون تکرار کنید توی قسمت کامنت ها میتونید جملات رو بنویسید که بهتر و بیشتر یاد بگیرید و باز هم تاکید میکنم سوالات نظرات انتقاداتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید حتما پاسخگو خواهیم بود و کانال رو یادتون نره سابسکرایب کنید و حتما فیلم رو لایک کنید تا ما انگیزه بیشتری برای ساختن محتواهای آموزشی داشته باشیم و همینطور میتونید اگر خواستید فیلم رو با دوستانتون شیر کنید که اونها هم ببینن و استفاده کنن خسته نباشید و خدا نگهدارتون